برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در صورت بازگشایی تواف و عمره زائران برای ورود به مسجد الحرام گروه بندی می شوند و نکاتی را نیز باید رعایت کنند ریاست کل امور مسجد اعلام کرد برای حفظ سلامت زائران در صورت بازگشایی جزئی مسجد برای انجام تواف و عمره باید موارد زیر رعایت شود 1. به منظور عدم تداخل زائران با یکدیگر درهایی برای ورود و خروج تعیین می شود. دو، هنگام ورود زائران به مسجد الحرام برای سنجش تب آنان دوربین های حرارتی نصب می شود و در صورت داشتن تب از ورود افراد به مسجد جلوگیری شده و وضعیت سلامت آنها مورد بررسی قرار می گیرد. سه، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تابلوهای اعلانات در مسجد الحرام نصب می شود. و تمام مراحل پیشگیری از جمله شستشوی دستها، آداب عطسه کردن و رعایت فاصله گذاری اجتماعی آموزش داده می شود. چهار، فقط چهل درصد از ظرفیت زائران در مسجد الحرام پذیرفته می شود. پنج، زائران باید پیش از ورود به مسجد ماسک به صورت بزنند. همچنین برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا موارد زیر نیز از سوی مدیریت امور مسجد الحرام باید رعایت شود که به شرح زیر است 1. فرشها در تمامی مسلح ها جمع می شود دو توزیع آب زمزم برای جلوگیری از شیوع ویروس متوقف می شود و کلمن آب زمزم نیز جمعآوری می گردد سه سفره های افطاری در مسجد الحرام پهن نمی شود و از ورود غذا به مسجد الحرام جلوگیری می شود چهار به منظور رعایت فاصله دو متری از یکدیگر بر زمین بر چسب زده می شود. پنج تمامی کلاس های حفظ قرآن کریم همچنان در مسجد الحرام تعطیل خواهد بود. شش بعد از نماز مغرب عشا درهای مسجد الحرام بسته می شود و برای اقامه نماز صبح باز می شود. هفت تیم بهداشتی در ورودی های مسجد الحرام حضور خواهند داشت. در صورت بازگشایی طواف نیز باید موارد زیر رعایت شود. یک اختصاص باب 89-94 برای ورود به مطاف و باب اجیاد برای خروج دو اختصاص پل اجیاد در بخش جنوبی و پل از شبیکه در بخش غربی برای ورود به مطاف و خروج از پل صفا و پله های برقی سه اختصاص سحن مطاف در طبقه اول و دوم به افراد کوهنسال و بیباران خاص شاین ذکر است عربستان سعودی مانند ایران به بهانه جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تمامی مکانهای مقدس مسلمانان را بست و اکنون در پی بازگشایی احتمالی آنها با تمهیدات گوناگون است این در حالی است که عطبات عالیات در کشور عراق از ابتدای ورود بیماری به این کشور با تمهیداتی ساده پذیرای زائران بوده و تا کنون هیچ آلودگی و یا ابتلایی که منشأ آن حرمهای متحر باشد گزارش نشده است